مادر و پدر شهید بذاریم کابل برق میارن و بعد در لحظه هم به گونه هماهنگ شده که تا ما متوجه میشیم او از مرز رفته. چی اینا؟ مافیای دارو یکی از ترکیب‌های جذاب و مجهولی است که در بسیاری از اخبار و سخنرانی‌ها به گوش می‌رسد. 7 پالت داروی تاریخ گذشته گرفتیم در گم که قرار بود به جوانان این مملکت به عنوان داروی بدنسازی تزریق بشه. سم، اینا از کجا میارن؟ با کی هماهنگن؟ چرا نباید امروز با هم کمک کنیم در پکندن و اضمحلال این شبکه مافیایی که خوره نظام داره میشه؟ اما باید دید به چه مواردی مافیای دارو گفته می شود. از زمان خروج امریکا از برجام شاید مهمترین بحران که صنعت دارو را تحت تاثیر قرار داده، مشکل تبادلات ارزی با خارج از کشور است که تامین کنندگان از جمله وارد کنندگان و تولید کنندگان را تحت فشار قرار داده است. ما می دونیم روی دارو بنا بر گزارشی که دوستان وزارت اطلاعات به ما دادن بعد از اجرای این فرض 300,000 تا دونه وارد کشور شده، 900,000 تا از طریق داروخونه ها با بیمه تسویه شده. 3 برابر اون چیزی که وارد شده؟ 3 برابر اون چیزی که وارد شده فروش از بیمه گرفته. یعنی چی؟ از طرفی همیشه دارو و مواد اولیه دارویی از ارز دولتی استفاده کرده که در حال حاضر قیمت این ارز 4,200 تومان است. مافیای دارو در این حال که به عنوان یک باور برای اکثر جامعه درآمده، ولی به شدت مفهوم گنگی دارد. مافیا میتواند تولید کنندگانی باشند که با ممنوعیت واردات باعث میشوند بیماران حق انتخابی برای داروی خود نداشته باشند، و یا وارد کنندگانی که با استفاده از رانت اطلاعات کمبود دارویی بازار در ماه‌های پیش رو را پیش بینی و به بهانه فوریت داروها را از منابع نامطمئن تامین و به صورت قانونی وارد کشور کنند. اینا مباحثی که مردم نمی‌بینن. کجای ماجراست؟ دست کیه؟ چرا الان فشار میارن سیستم اصالت دارو از مدار خارج بشه؟ تو داروخونه ها سرویس رو میان کند میکنن، مردم رو تو صف نگه میدارن. حتی مافیای دارو میتوانند کسانی باشند که مواد اولیه دارویی را در کشور با استاندارد پایین تولید و به اجبار به تولید کنندگان محصول نهایی بفروشند و مانع ورود مواد اولیه دارویی با استانداردهای جهانی و حتی با قیمت ارزانتر به کشور شوند. شبکه‌ای هستن، شبکه مافیایی که به محض اینکه اطلاع پیدا میکنن بر فرض مثال یه دارویی که تو بازار کمه و در سطح داروخانه ها توزیع شده، نسخه به دست دیگه کل داروخانه معمولا پخش میشن و این نسخه رو تحت داروخانه ها جمع میکنن. وارد کنندگان و تولید کنندگانی نیز هستند که قیمت داروهای خود را چند برابر قیمت واقعی عرضه میکنند و متاسفانه بیماران مجبورند هزینه بیش از ارزش آن دارو بپردازند. اینها را نیز میتوان جزئی از مافیای دارو نامید. با یه چیزی مثل مافیای دارو لوازم پزشکی و اینجور چیزا روبرو شدی؟ بله هستیم. شما دیدین همیشه سر و صدای وزارت بهداشت تو بخش دارو در میاد. بله. جاییه خیلی خبری نیست. این حرف درسته، ولی همت و مردانگی هم میخواد که جلوی این قول آبه نیستیم. اینا قول هم واقعا. در هر حال در چند وقت اخیر برخورد با این مافیای هفت سر بر سر زبان ها افتاده و مقابله با آنها مورد تأکید وزارت بهداشت، دستگاه های امنیتی و نظارتی و دستگاه قضا قرار گرفته است. در ارتباط با موضوع دارو، پرونده‌ای در دادسرای تهران تشکیل شده. به تازگی نیز سخنگوی دستگاه قضا در نشست خود با خبرنگاران از دستگیری عوامل یک شرکت دارویی خبر داد که با تخلفات متعدد سلامتی مردم را به خطر انداخته است. یکی از شرکت‌هایی که هم در کار تولید دارو و هم در کار واردات دارو فعالیت می‌کرده و ارزهای قابل توجهی ارز دولتی بابت واردات دارو از سیستم بانکی اخذ کرده. این شرکت مافیای دارویی که به صورت حرفه‌ای و بسیار هوشمندانه به اسم تولید داروی خارجی توانسته با خروج ارز از کشور سود کلانی به جیب بزند. همچنین در بحثی به لحاظ گران‌نمایی داروهای وارداتی، به لحاظ شرکت‌های زنجیره‌ای که داشتن و با صدور فاکتورهای متعدد سعی می‌کردند که این داروها رو گران نمایی داشته باشند و سود نامشروعی رو تحصیل بکنند،
تحت تعقیب قرار گرفتن. این شرکت دارویی متخلف که طبق قانون باید مواد اولیه دارویی خود را به صورت مستقیم از شرکت اصلی تامین و صورت حساب‌های قانونی آن را نیز برای دریافت ارز دولتی به وزارت بهداشت ارائه کند، به صورت کاملا مافیایی و به بهانه تحریم‌ها با ارائه صورت حساب‌های ساختگی از شرکتی واسط که خود در یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس تأسیس و سهامدار آن است صادر و به وزارت بهداشت ارائه می کرده است. مدیران این شرکت با فاکتورسازی در شرکت سوری خود قیمت داروها و مواد اولیه را 10 برابر قیمت واقعی آن محاسبه و در قبال آن برای واردات ارز دولتی دریافت می کردند. از سوی دیگر با نگاهی به آمار واردات این شرکت متخلف و مافیایی، مدیران آن با نفوذ در سازمان غذا و دارو که به گفته سخنگوی دستگاه غذا 3 نفر از کارمندان این سازمان نیز در این خصوص بازداشت شده‌اند، علاوه بر تخصیص ارزهای کلان، داروهایی که مشابه داخلی داشته و در چندین شرکت داخلی تولید می‌شود را با مجوز وارد کشور کرده و با قیمتی 10 برابر بیشتر نسبت به داروهای مشابه داخلی محصولات خود را قیمت گذاری و در بازار عرضه کرده. در همین رابطه 3 نفر هم از حوزه مربوطه در سازمان غذا و دارو به اتهام اخذ رشوه تحت تعقیب قرار گرفتن. به هر حال با توجه به تأکیدات نمایندگان ملت و وزیر بهداشت برای مقابله با مافیای دارو و پیگیری‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و ورود مقتدرانه قوه قضاییه به این موضوع، امیدواریم با این مافیای 7 سر که قطعاً وابستگی‌هایی به باندهای ثروت و قدرت دارند و سلامت مردم را هدف گرفتند، در هر جایگاهی که هستند برخورد قاطعانه‌ای صورت بگیرد. با دزد گفتن، دزد از دزدی دست بر نمی‌دارد. باید رفت وارد شد. مسئولان کشور روزنامه که نیستید شما که راجع به فساد حرف می‌زنید. برخورد کنیم، بعد برخورد رو به مردم بگیم، بگیم آقا این کار اتفاق افتاد، این خوبه، این درسته.